برک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم کاهش تنشها در پی سرنگونی هواپیمای جنگی روسی تاکید کردند در این گفتگوی تلفنی برک اوباما بر حمایت ایالات متحده و ناتو از حق ترکیه برای دفاع از تمامیت ارزی خود تاکید کرده است رهبران دو کشور همچنین در مورد تمهیداتی که جلوی رخ دادن چنین سوانحی را در آینده بگیرد توافق کردند. بامداد روز سهشنبه سوم آذر ماه ترکیه یک سخوی 24 ارتش روسیه را سرنگون کرد. این برای نخستین بار طی شش دهه گذشته است که یک عضو پیمان آتلانتیک شمالی یک جنگنده ی روسی را سرنگون کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی آمریکایی گفته است جنگنده سرنگون شده روسی پس از ورودی که به خاک ترکیه داشته در نهایت داخل خاک سوریه مورد اصابت قرار گرفته است این مقام دولتی که نامش فاش نشده گفته است این ارزیابی بر اساس ردیابی حرارت ناشی از موتور هواپیما انجام شده است همزمان ینس ستولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خبرهای مبتنی بر اینکه این رویداد خارج از حریم هوایی ترکیه اتفاق افتاده را رد کرده و تاکید کرد که ارزیابی ناتو با اطلاعاتی که از ترکیه دریافت کرده همخانی دارد دبیر کل ناتو همچنین با ترکیه اعلام همبستگی کرد و گفت ما از تمامیت ارزی همپیمان خود در ناتو حمایت میکنیم در همین حال الکساندر اورلوف سفیر روسیه در فرانسه گفته است خلبان جنگنده روسیه که مورد هدف نیروی هوایی ترکیه قرار گرفت از سوی ارتش سوریه نجات یافته است وی روز چهارشنبه چهارم آذر ماه به رادیوی اروپا یک گفته است این خلبان به یک مقر روسی برده شده است این موضوع از سوی مقامات کرملین به صورت رسمی مورد تایید قرار نگرفته است پیشتر یک سخنگوی ارتش روسیه گفته بود حداقل یکی از دو خلبان هواپیمای ساقط شده آن کشور در حالی که با چتر نجات فرود می‌آمدند از روی زمین هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. ژنرال سرگی روتسکو سخنگوی نظامی روسیه همچنین اعلام کرد یکی از دو خدمه هلیکوپتر نظامی روسیه که در جستجوی دو خلبان روس بوده در جریان تیراندازی شورشیان سوری و فرود اضطراری هلیکوپتر کشته شده است وزارت دفاع روسیه به خاطر این رخداد مناسبات نظامی خود با ترکیه را به حالت تعلیق درآورده و از قصد خود برای اعزام یک ناو جنگی به آبهای سوریه در نزدیکی لاذقیه که مشرف به ترکیه است خبر داده است در همین حال بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به تحولات مربوط به سرنگونی این جت جنگی ابراز نگرانی کرده و از تمامی طرفهای درگیر خواست تا برای تنش زدایی حول این مسئله تدابیری اتخاذ کنند. از سوی دیگر مقام های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود روز سه شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند روسیه چند روز پیش از سقوط هواپیمای خود به دست ترکیه بمباران مواضع اقلیت ترکمن سوریه را آغاز کرده بود. اقلیت ترکمن سوریه از جمله متحدان ترکیه هستند به گفته این مقامهای آمریکایی روسیه در این منطقه بمباران خود را متوجه مخالفان بشار اسد کرده است و نه شبه نظامیان داعش ترکیه اخیرا روسیه را متهم کرده بود که جنگندههایش نیروهای ترکمن را در شمال سوریه بمباران می کنند و گفته بود که موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد خبرگزاری رویترز نیز روز سهشنبه سوم آذر ماه خبر داد که جنگجویان سوریه مخالف بشار اسد با شلیک یک راکت ضد تانک به سمت یک هلیکوپتر روسیه این هلیکوپتر را مجبور به فرود اضطراری کردند بنابراین گزارش این هلیکوپتر در نزدیکی منطقه تحت کنترل حکومت سوریه در استان لازقیه فرود آمده است دیدبان حقوق بشر سوریه که مقررش در لندن است گزارش داده که این هلیکوپتر ابتدا با شلیک یک راکت مجبور به فرود اضطراری شده و راکت دوم آن را نابود کرده است گفته می شود بالگرد ارتش روسیه ده سرنشین داشته که پیش از شلیک راکت دوم و نابودی هلیکوپتر توانستند از آن خارج شوند روسیه هنوز این گزارش را تایید نکرده است در همین حال مرکز رسانه‌ای سوریه از ادامه درگیری های سنگین در منطقه جبل و ترکمان میان گردان های مخالفان دولت سوریه از یک سو و از سوی دیگر نیروهای رژیم سوریه که از حمایت شبه نظامیان وابسته به ایران و پوشش هوایی روسیه برخوردارند خبر داد. سه خبرنگار روس نیست که دو تن از آنها برای شبکه عرب زبان روسیا آلیوم کار می کنند در حین پوشش خبری عملیات نظامی در جبل و ترکمان زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اولین واکنش این کشور به سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه این موضوع را بسیار هشدار دهنده و خطرناک خواند و گفت اطلاعاتی که ما تا امروز در اختیار داریم این است که هواپیما در فضای سوریه مشغول عملیات بوده و هدف قرار گرفته است. آقای روحانی روز چهارشنبه چهارم آذر ماه گفت حالا فرض بر اینکه این هواپیما به مرزهای ترکیه نزدیک شده باشد موشک و هواپیما که اسباب بازی نیست که کسی در هوا تصمیم به شلیک بگیرد مگر میتواند اینقدر بینظمی بر منطقه به تدریج حاکم شود که هر کسی در هوا هر تصمیمی میخواهد اتخاذ کند این اقدامات بسیار خطرناک است. رئیس جمهور ایران گفته همه باید توجه داشته باشند این اقدامات تحریک کننده و طبعات فراوان آن از لحاظ حقوقی به گردن آغازگر مسئله است و همه کشورها باید مراقبت کنند. ما از کشور همسایه و دوستمان ترکیه می خواهیم که به جدیت مراقب اوضاع باشد چرا که شرایط بسیار حساس است. آقای روحانی گفته روسیه و ترکیه هر دو همسایه و دوست جمهوری اسلامی ایران هست. و برای ما بسیار مهم است که روابط همسایگانمان صمیمی باشد و ما به هیچ عنوان راضی نیستیم میان یعنی همسایگانمان اختلاف باشد او گفته این گونه حوادث به نفع تروریست هاست و روحیه آنها را تقویت می کند. در واکنشی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم سرنگونی جنگنده روسی را پیام غلط به تروریست ها خواند است به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا وزیر خارجه ایران افسوده است همکاری در مبارزه با تروریسم به عنوان اولویت بی قید و شرط ضرورت دارد آقای ظریف این سخنان را در دیدار با جین اسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ بیان کرده است روز سهشنبه سوم آذر ماه جتهای ترکیه یک هواپیمای سخوی 24 روسیه را در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه سرنگون کردند ترکیه میگوید که هواپیمای روسی حریم هوایی ترکیه را نقض کرده بود و به هشدارهای ترکیه توجهی نکرد روسیه این ادعا را تکذیب میکند رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفته ترکیه از پشت به ما خنجر زده است فرانسوا مولینز دادستان فرانسوی گفت شواهد نشان میدهد که اباعود رهبر حملات تروریستی دو هفته پیش در پاریس قصد انجام حمله دیگری چند روز پس از حمله روز جمعه داشته است بنابر اعلام دادستانی فرانسه در روز سهشنبه سوم آذر شواهدی هست که نشان میدهد عبدالحمید اباعود سرکرده مهاجمان قصد داشت دست به کشتار دومی در مرکز تجاری لتفانس در فرانسه بزند ابا او در میان کسانی بود که در یورش معموران پلیس در روز چهارشنبه هفته پیش به آپارتمانی در پاریس کشته شد بنابر اطلاعات تازه اگر اباعود و همراهانش کشته یا دستگیر نشده بودند قصد داشتند در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دست به حملات انتحاری بزنند اباعود شخصا در حملات 13 نوامبر شرکت داشته و جزو مهاجمان به میکده ها و رستوران ها بوده و بعد با اتومبیل از صحنه دور شده است وی دو روز بعد به آپارتمانی در سندنی رفت جایی که پلیس او را یافت دادستان پاریس گفته است اباعود در شب حمله به تئاتر باتاکلان که در آن تعداد زیادی محاصره و کشته شدند حضور داشته است همزمان در روز سهشنبه در بلژیک اعلام شد که حکم جلب مردی به نام محمد ابرینی در ارتباط با آن حملات صادر شده است دادستان های بلژیکی گفتند که این فرد که تازه به او مزنون شدند دو روز پیش از حمله در حال رانندگی اتومبیلی همراه با صلاح عبدالسلام در یک ایستگاه پمپ بنزین در به سوی پاریس مشاهده شده است رنوی که ابرینی در حال رانندگی آن مشاهده شد بعدا در حملات پاریس استفاده شد پلیس از مردم خواسته در صورت دیدن این فرد از او پرهیز کنند پلیس بلژیک ابرینی را خطرناک و احتمالا مسلح توصیف کرده است همزمان نیروهای پلیس در فرانسه و بلژیک اقدامات خود برای یافتن صلاح عبدالسلام را افزایش دادند عبدالسلام یکی از هشت مزنون حملات پاریس است که گفته می شود زنده مانده و گریخته است بروکسل تا یه روزهای آینده همچنان در وضعیت اضطراری قرار خواهد داشت بنابر گزارش ها برخی از سوپرمارکت‌های های پایتخت بلژیک و دو فروشگاه آیکیا در حومه شهر فعالیت خود را از سر گرفتند در این حال هنوز مشخص نیست آیا بازار کریسمس در میدان گراند پلاس شهر در هفته های منتهی به مراسم کریسمس و آغاز سال نو میلادی باز خواهد شد یا نه قرار است تقریبا نیمی از خطوط متروی شهر فعالیت خود را از چهارم آذر ماه از سر بگیرند مدارس نیز دوباره باز می شوند اما 300 نیروی پلیس و 200 سرباز ارتش به نیروهای امنیتی که در حال حاضر در خیابان ها هستند می پیوندند بارک رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا سه شنبه سوم آذر ماه میزبان فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود در کاخ سفید بود که برای ایجاد هماهنگی بیشتر در مبارزه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی به واشنگتن سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اوباما پس از دیدار با اولاند و در نشست خبری مشترک به زبان فرانسوی گفته است ما همه فرانسوی هستیم رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد ما پیروز خواهیم شد و گروههایی مانند داعش شکست میخورند هر دو رهبر در گفتگو بر تقویت نیروهای مسلح مخالف داعش تاکید اما اعزام نیروی زمینی برای مبارزه با این گروه را رد کردند رئیس جمهور فرانسه در عین حال گفته است اگرچه نمیتواند تاریخ دقیقی را مشخص کند اما بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید هرچه زودتر قدرت را ترک کند وی مانند همتای آمریکایی خود تاکید کرده که کنارگیری اسد از قدرت راه حل پایان دادن به جنگ داخلی سوریه است. رئیس جمهور فرانسه نیز گفته است واشنگتن و پاریس بر سر شدت دادن به واکنشی مشترک شامل تلاشهای تازه برای هدف قرار دادن شبکه های اقتصادی تروریست ها باز پس گرفتن مناطق تصرف شده توسط داعش افزایش اقدامات در سوریه و عراق و افزایش مبادلات اطلاعاتی توافق کردند. اسوشیتد پرس در گزارش خود آورده که رئیس جمهور فرانسه تلاش داشت در سفر به واشنگتن همتای آمریکایی خود را به تشکیل ائتلافی جدید برای مبارزه با حکومت اسلامی با حضور روسیه متقاعد کند اما ساقط کردن یک هواپیمای جنگی روس توسط ترکیه برنامه فرانسوا اولاند را برهم زد به گفته ای آقای اوباما هدف قرار دادن هواپیمای جنگی روسیه توسط ترکیه مشکلات دنباله دخالت نظامی روسیه در سوریه را یادآوری می کند. با وجود این دو رئیس جمهور تأکید کردند که از عملیات نظامی روسیه در سوریه استقبال می مشروط بر اینکه این, این عملیات بر مبارزه با داعش متمرکز شود. غرب همواره روسیه را متهم کرده که بیشتر حملات خود در سوریه را متوجه گروه های مسلح مخالف بشار اسد که مورد حمایت غرب هستند کرده نه حکومت اسلامی و گروه های مشابه رئیس جمهور فرانسه گفت او با این پیام به دیدار ولادیمیر پوتین در مسکو خواهد رفت که ما نمیخواهیم کسی را از مبارزه با داعش حذف کنیم برک اوباما هم گفت ما اعتلافی با 65 کشور تشکیل دادیم اما اعتلاف روسیه برای حمایت از اسد تنها دو عضو دارد روسیه و ایران. آیت الله علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع هزاران نفر از فرماندهان بسیج سراسر کشور سخنرانی و هشدارهای اخیرش درباره خطر آنچه نفوذ خوانده را تکرار کرده و درباره آن توضیح داده است رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه چهار آذر چهار گفته نفوذ جریانی از نفوذ فردی خطرناکتر است وی در توضیح نفوذ جریانی توضیح داده که این نفوذ یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول و جازبه های جنسی با هدف تغییر باورها آرمانها نگاهها و سبک زندگی وی افسوده آماج نفوذ جریانی نخبگان افراد مؤثر تصمیم سازان و تصمیم گیران هستند نفوذ خطر بزرگی است رهبر ایران مرداد ماه امسال و بلافاصله پس از حصول توافق جامعه اتمی با گروه پنج به علاوه یک نیز گفته بود مقام های آمریکایی در توافق جامعه اتمی با ایران قصد داشتند راهی برای نفوذ در این کشور پیدا کنند اما ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. آیت الله خامنه ای حدود یک ماه پیش در یکی از تازه ترین اظهارات خود درباره نفوذ گفته بود هیچ مخالفتی با اصل مذاکره با کشورها ام از اروپایی و غیر اروپایی ندارد اما در مورد آمریکا موضوع متفاوت است زیرا آنها تعریفی که از مذاکره با جمهوری اسلامی ایران کردند به معنای نفوذ و باز کردن راه برای تحمیل است به فاصله کوتاهی پس از این سخنرانی محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران با هشدار در مورد فتنه ای که از پس از توافق جامعه اتمی شروع خواهد شد پیش بینی کرد که این فتنه طولانی باشد و چند سال طول بکشد دو روز پس از این گفته ها و در آستانه برگزاری مراسم سال روز گروگانگیری در سفارت آمریکا، تلویزیون دولتی ایران از دستگیری عوامل نفوذ در رسانه ها و استخدام افرادی برای اجرای اهداف آنان خبر داد و از قول یک کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نام آقای آسف اعلام کرد که در این پرونده مجموعه ای از مخربترین فعالان رسانه اپوزیسیون خارجی و داخلی در یک فرایند پیچیده و هرمی چند لایه با شبکه سازی از خبرنگاران داخلی در راستای ادراک سازی تلاش می کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در همین روز در جلسه هیئت دولت گفته بود رهنمودها و نکاتی که رهبر معظم انقلاب مطرح می کنند با هدف استحکام قدرت ملی و برای این است که ملت ایران در برابر نفوذ بیگانگان صف واحدی بوده و در برابر توطئه ها هوشیار و بیدار باشند نباید خدای ناکرده برخی بخواهند از این کلمات و واژگان سوء استفاده کنند و اینطور نباشد که از این پس با هر کس که مخالف هستیم بخواهیم او را به نحوی متهم کرده و گروهی را به هاشیه برانیم. آیت الله خامنه ای در سخنرانی امروز خود گفته میگویند از نفوذ استفاده جناهی کردند خوب نکنند اسم را بدون محتوای لازم مطرح نکنند و جناها همدیگر را متهم نکنند اما اینکه بگویند افرادی میخواهند از نفوذ استفاده جناهی بکنند از اهمیت بحث نفوذ دشمن کم نمی کند از اصل واقعیت نفوذ قفلت نشود دشمن دارد راهی می کند. او همچنین گفته کسانی که بسیج را به تند و افراد متهم می کنند پروژه نفوذ دشمن را تکمیل می کنند. آقای خامنه ای گفت بسیج یک گنج بی انتهاست. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت انتفاضه مردم فلسطین در کرانه باختری آغاز شده است و مردم دارند می جنگند و ما از مردم فلسطین هر طور که بتوانیم دفاع می کنیم. پیش از سخنرانی امروز آقای خامنه ای محمد علی جعفری فرمانده سپاه و محمد رزا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در جمع فرماندهان حاضر سخنرانی کوتاهی داشتند. در پی طرح خطر نفوذ از سوی رهبر جمهوری اسلامی و مقامات بلند پایه سپاه پاسداران فضای داخلی ایران بسته تر و تعدادی از روزنامه نگاران با اتهام عضویت در شبکه نفوذ بازداشت شدند پروژه‌ای که به باور ناظران احتمالاً بی ارتباط به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیست سازمان ملل متحد اقدام اخیر کشورهای حوزه بالکان در بستن مرزهای خود به روی شمار زیادی از پناهجویان اقتصادی را محکوم کرد اما با موج جدید پناهجویانی که به سوی اروپا حرکت می کنند دولت سوئد نیز اعلام کرده که قوانین خود در رابطه با پذیرش پناهجیان را سفت و سخت تر می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سهشنبه سوم آذر با انتشار بیانیه‌ای در ارتباط با آنچه در مرزهای یونان و مقدونیه میگذرد تأکید کرد که بررسی پرونده پناهجویان بر اساس ملیت آنان آن آنطور که شنیده می شود تجاوز به حقوق انسانی پناهجویان است چرا که پرونده هر کدام آنان باید بر اساس سوابق فردی و صرف نظر از ملیتشان بررسی شود آقای بان سپس از همه کشورها خواست که در رابطه با پناهجویان احساس مسئولیت داشته باشند و با شفقت رفتار کنند کشورهای حوزه بالکان برای مقابله با موج انسانی که به سوی اروپا حرکت می کند از چند روز پیش مرزهای خود را به روی پناهجویان اقتصادی و کسانی که از کشورهای غیر جنگ زده راهی اروپا شده اند بسته است این اقدام باعث شده که در حال حاضر حدود هزار پناهجو در مرز یونان و مقدونیه زمینگیر شوند اگرچه گزارش رویترز بیان می کند که موج سختگیری ها در روز سهشنبه تا حدی حد کاهش یافته اما با این حال هنوز این سیاست جدید برقرار است در همین حال سوئد که برای دهه ها بهشت پناهجویان محسوب می اعلام کرده که هم نظارت های مرزی خود را بیشتر می کند و هم قوانین سفت و سختری در رابطه با پناهجویان وضع خواهد کرد. استفان لوفون نخست وزیر سوئد اعلام کرده که برای من خیلی دردناک است که بگویم سوئد دیگر نمیتواند در این سطح پناهجویان را بپذیرد. سوئد نیاز به تنفس دارد. به گفته وی باید فشار پناهجویان از نظام سوئد کاسته شود و پناهجویان به دیگر کشورهای اروپایی نیز روی بیاورند آقای لوفون در نهایت عنوان کرده که قوانین سوئد در رابطه با پذیرش پناهجویان برای مدت سه سال تغییر می کند و به سطح حداقلی اتحادیه اروپا میرسد رسد. سوئد که 9 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت دارد در دو ماه گذشته حدود 80 هزار درخواست پناهندگی داشته است. در همین دو ماه دولت چپگرای سوئد به تکاپو افتاده تا با اقدامات متعددی از جمله نظارتهای بیشتر مرزی شمار پناهجویان را کاهش دهد همزمان دولت جدید کانادا اعلام کرده است به دلایل امنیتی و تدارکاتی پذیرش پناهجویان سوری را مدتی به تعویق خواهد انداخت با این حال به گفته ی وزیر مهاجرت کانادا ده هزار پناهجو از اردوگاه های آوارگان سوری در اردن لبنان و ترکیه تا پایان م... ماه دسامبر به کانادا منتقل خواهند شد بر اساس نتیجه آخرین همه پرسی 54 درصد مردم کانادا خواستار بررسی صلاحیت امنیت پناهجویان سوری پیش از پذیرش آنها در این کشور هستند پذیرش 25 هزار پناهجوی سوری یکی از وعده های انتخاباتی جاستین ترودو نخست وزیر دولت جدید کانادا در انتخابات پارلمانی این کشور بود روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده هکرهایی از ایران طی ماهای گذشته چندین حمله سایبری علیه حسابهای کاربری مقامهایی از وزارت امور خارجه آمریکا انجام دادند که مسئول پرونده اتمی ایران هستند بنابر گزارش نیویورک تایمز در روز سهشنبه سوم آذر هکرهای ایرانی گروهی از مقامهای وزارت خارجه آمریکا که بر پرونده ای و توافق اتمی با ایران کار می کنند، را شناسایی کرده و سپس وارد ایمیل ها و حسابهای کاربری آنها در شبکه های اجتماعی شدند. یک مقام ارشد دولت آمریکا به نیویورک تایمز گفته است حملات خیلی دقیق طراحی شده و در پی دستیابی به اطلاعات از مقامهایی بوده که در پی توافق اتمی مسئول کار بر ادامه و اجرای آن هستند وزارت خارجه ایالات متحده پس از آن از ماجرا خبردار شده که شبکه اجتماعی فیسبوک برخی افراد را از انجام حملاتی دولتی به حسابهای کاربریشان مطلع کرده است. به گزارش نیویورک تایمز رخدادهای ماههای گذشته در عین حال از تمرکز ایران بر جاسوسی در فضای مجازی به جای انجام حملات مخرب حکایت دارد. این گزارش دو هفته پس از آن منتشر می شود که خبرگزاری رویترز از اقدام های مقام های اروپایی علیه یک گروه جاسوسی فضای مجازی خبر داد که ممکن است با سپاه پاسداران در ارتباط باشد. پیش از این کارشناسان امنیت فضای مجازی گروهی با نام راکت کیتن را شناسایی کرده بودند اما رد پای فعالیت های این گروه به آغاز سال 2014 میلادی باز می گردد. کسانی که هدف جاسوسی مجازی قرار گرفتند طیفی گسترده از مقامهای کشورهایی مانند عربستان سعودی پیمان آتلانتیک شمالی یا دانشمندان هسته‌ای اسرائیل و حتی مقامهای کشورهای ونزوئلا بودند روزنامه نیویورک تایمز میگوید توانایی های هکرهای ایرانی هنوز در حد هکرهای روسی یا چینی نیست اما حملات انجام شده علیه مقام ها ابتکاری را نشان می دهد شبیه حملاتی از سوی روسیه علیه سیستم ایمیل های غیر محرمانه مقام های وزارت خارجه آمریکا که در سال گذشته انجام شد هکرها ظاهرا تلاش کردند با استفاده از حسابهای کاربری اجتماعی کارمندان جوان به دیگر دوستان آنها در این وزارتخانه دسترسی پیدا کنند مقام های رسمی ایران واکنشی به گزارش های منتشر شده از سوی خبرگزاری ها و روزنامه ها نشان ندادند در خبری دیگر عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه روز سه شنبه سه آذر و پس از دیدار با هلگا اشمیت هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین به خبرنگاران گفت تهران انتظار دارد توافق اتمی با شش قدرت جهانی تا اوایل ماه ژانویه پیشرو یعنی دو ماه دیگر وارد مرحله اجرایی شود وی تصریح کرد نشست بعدی ایران و نمایندگان قدرت های غربی موسوم به پنج به علاوه یک روز دوشنبه 16 آذر در وین برگزار خواهد شد. آقای دراخچی همچنین گفتگوی خود با هلگا اشمیت را خوب توصیف کرد و گفت در این مذاکره روند اجرای برجام را مرور کردیم. آژانس بین المللی انرژی اتمی وظیفه دارد ماهیت صلحآمیز برنامه اتمی ایران را راستی آزمایی کند. اجرای مراحل اولیه توافق اتمی نیز تحت نظر این نهاد انجام می شود. در پی محدود کردن برنامه اتمی تحریم های بین علیه ایران لغو خواهند شد. لغو تحریم ها در روزی که به آن روز اجرا می گویند انجام می شود. برخی تحلیلگران گفتند در راه بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه باعث شده تا دولت ایران تمایل بیشتری برای اجرای کردن هرچه چه سریعتر برنامه جامعه اقدام مشترک داشته باشد از جمله خبرگزاری رویترز که به این موضوع اشاره کرده و میگوید تهران سخت در تلاش است تا تعهدات خود در مورد محدودیت های لازم در برنامه اتمیاش را هرچه سریعتر عملی کند حدود 690 میلیون کودک به دلیل تغییرات اقلیمی در معرض بیماری، فقر و حتی مرگ قرار دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در این زمینه با انتشار یک تحقیق کشورها را به اقدامی استراری فراخوانده است. آنتونی لیک رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید تغییر و تحولات اقلیمی بیش از همه کودکان را در معرض آسیب قرار داده است از نظر وی اگر اجلاس سران در پاریس به پیمانی مناسب برای کاهش گازهای گلخانه و مهار گرمایش جو زمین نینجامد صدها میلیون کودک در سراسر جهان در معرض خطر خواهند بود بنابر تحقیق تازه یونیسف در مناطقی که بیشتر در معرض تهدیدات اقلیمی هستند حدود 690 میلیون کودک زندگی می کنن. در حدود 530 میلیون کودک مقیم کشورهایی هستند که دائما با سیل های تو با فجایع انسانی و طبیعی مواجهند. اغلب این کشورها در آسیا واقع شدند. 160 میلیون کودک هم در مناطقی از آفریقا زندگی می که دائما در مرز خوش هستند. تحقیق یونیسف پیش از اجلاس سران جهان در پاریس انتشار یافته است موضوع این اجلاس که روز سیوم نوامبر برگزار خواهد شد رسیدن به توافقی برای کاهش گازهای گلخانی و مهار گرمای زمین است این پیمان قرار است سال 2020 جایگزین پیمان کیوتو شود و مانع از آن شود که گرمای زمین تا آخر قرن حاضر نسبت به آغاز دوران صنعتی شدن جهان بیش از دو درجه افزایش یابد یونیسف از این اجلاس خواسته است که علاوه بر تمهیدات در راستای جلوگیری از گرمای زمین برای مقابله با خطراتی که کودکان را تهدید می کنند نیز تدابیر و تصمیماتی اتخاذ کند. در همین حال بنابر تحقیق تازه دفتر مقابله با آفات طبیعی سازمان ملل بیش از 90 درصد از و حوادث طبیعی در 20 سال گذشته شامل سیل، طوفان، گرما و خشکسالی و حوادث مشابه ناشی از تغییرات جوی کره زمین بوده است. همین داده ها حکایت از آن دارند که سوانه ناشی از تغییرات اقلیمی در 20 سال گذشته به مرگ دستکم کم 600 هزار نفر در جهان انجامیده است. چهار میلیارد نفر دیگر نیز یا مجروح شدند یا خانه و کاشانه خود را از دست دادند.